أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء فأقيموا الصلاة
صدق الله العلي العظيم. سلام الله. الرحمن الرحيم. نامه وزیر محترم کشور به حضرت امام. بسم الله الرحمن الرحیم. محضر مقدس رهبر عالی قدر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظما امام خمینی متضی الله. احتراماً در اجرای مبحث اول از فصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتخابات ریاست جمهوری بر طبق مفاد قانون انتخابات برگزار و حجت الاسلام و المسلمین، جناب آقای سید علی خامنه ای با اکثریت مطلق 16,008,579 رأی از مجموع 16,847,717 رأی به ریاست جمهوری کشور جمهوری اسلامی ایران انتخاب گردیدند. شورای نگهبان قانون اساسی طی نامه شماره 3785 مورخ 15/7/1360 صحت انتخابات را تأیید و اعتبار نامه مشار الیه را صادر نموده است. اینک بر طبق ماده 62 قانون انتخابات ریاست جمهوری، حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید علی خامنه ای را به عنوان رئیس جمهور منتخب به حضور رهبر عالی قدر و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران معرفی و اعتبارنامه ایشان به زمینه تقدیم می گردد. با سلام و دعا، سید کمال‌الدین نیک‌روش وزیر کشور. اعتبارنامه ریاست جمهوری اسلامی ایران که توسط شورای نگهبان تایید شده است. بسم الله الرحمن الرحیم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. اعتبارنامه ریاست جمهوری اسلامی ایران. شورای نگهبان تایید می نماید. آقای سید علی حسینی خامنه، فرزند سید جواد، دارای شناسنامه شماره 217 صادره مشهد، متولد سال 1318 18 هجری شمسی، در انتخابات ریاست جمهوری که در تاریخ 10 مهر ماه 1360 برگزار شده
با اکثریت مطلق 16,008,579 رای از 16,847,717 رای به عنوان رئیس جمهور کشور جمهوری اسلامی ایران انتخاب گردیده است. تاریخ 15 مهر ماه 1360 محل امضای اعضای شورای نگهبان احمد جنتی، ابوالقاسم خزعلی، عبدالرحیم ربانی شیرازی، غلامرضا رضوانی، لطف‌الله صافی، یوسف صانعی، علی آراد، گودرز افتخار جهرومی، محمد صالحی، حسین مهرپور، مهدی هادوی، محسن هادوی. متن حکم تنفیذی امام. بسم الله الرحمن الرحیم. ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها. گرچه دست جنایتکاران و منافقان رئیس جمهور متعهد و مؤمنی را از ملت مجاهد ایران گرفت و یکی از خدمتگزاران صدیق را به شهادت رساند و ملت عزیز را از خدمت او و او را از خدمت به ملت محروم کرد و گمان کرد که با ترور اشخاص ملت بخواسته از تصمیم خود عقب می‌نشیند و در خدمت به اسلام بزرگ سستی می‌ورزد و در نتیجه راه برای قدرت‌های چپاولگر باز می‌شود، ولی شرکت بی سابقه مردم کشور امید بدخواهان را مبدل به یأس و طمع آزمندان را برای همیشه برید. امریکا و تروریست های پیوسته و وابسته به آن با تبلیغات خود ملت شریف ایران و ارتش وفادار به اسلام را از هدف بزرگ اسلامیشان منحرف معرفی نمایند و وسائل ارتباط جمعی غرب خصوصا امریکا و صهیونیسم برای جهانخواران و مزدورانشان کاخهای سفید خیالی ساخته تا با شکست ایران در انتخابات به سوی ایران مهد شیرزنان و شیرمردان هجوم آورده و با مهد اسلام حکومت سلطنتی یا جمهوری دموکراتیک خلق برقرار و کشور را تا ابد مورد چپاول قدرتمندان خصوصا آمریکا قرار دهند. ولی شرکت عمومی ملت شجاع و متعهد در انتخابات و پیروزی های پی در پی قوای مسلح در جنوب غرب و حضور مداوم ملت در سرتاسر کشور از طرفی و از طرف دیگر سرکوبی اشرار وطن فروش در داخل و پشت جبهه و به انزوا کشاندن ملی گرایان پیوسته به آمریکا کاخهای تخیلی آنان را فرو ریخت. خداوند متعال در ما منت نهاد که افکار عمومی را برای انتخاب رئیس جمهوری متعهد و مبارز و در خط مستقیم اسلام و عالم به دین و سیاست هدایت فرمود که امید است با حسن تدبیر و کمک قوای سگانه و پشتیبانی ملت بزرگ مشکلات یکی پس از دیگری رفت و احکام مقدس اسلام به طور دلخواه در سطح کشور اجرا گردد. این جانب به پیروی از ملت عظیم الشأن
و با اطلاع از مقام و مرتبت متفکر و دانشمند محترم جناب حجت الاسلام آقای سید علی خامنه‌ای ایده الله تعالی رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب نمودم. رأی ملت مسلمان متعهد و تنفیذ آن محدود است به اینکه ایشان به همان نه که تا کنون خدمتگزار اسلام و ملت و طرفدار قشر مستضعف و به حکم قرآن کریم اشداء علی الکفار رحماء بینهم بودند، از این پس نیز به همان تعهد باقی باشند و از طریق مستقیم انسانیت و اسلام انحراف ننمایند که انشاءالله نمی نمایند. و در این موقع خطیر که بدخواهان خارج و داخل و بلندگوهای ابرقدرت‌ها خصوصا آمریکای جنایتکار با هر وسیله می‌خواهند ملت و دولت و مجلس و دادگاه‌های ایران را متهم کنند و به گمان فاسد خود تزلزلی در ارکان جمهوری اسلامی ایجاد نمایند، لازم است رئیس جمهور با کمک همه ارگان‌های جمهوری اسلامی و با تشریک مساعی یکدیگر جریانات امور را به طوری هماهنگ و موافق اسلام کنند که بهانه را از دست بدخواهان بگیرند. گرچه بسیاری از آنان با احکام اسلام و حدود و تعذیرات آن موافقت ندارند، آقای رئیس جمهور و سایر دستندرکاران و دولت مردان در جمهوری اسلامی باید بدانند که ملت شریف ایران در همه آنان حجت و منت دارند، چرا که این ملت فداکار است که در اول انقلاب با نثار خون جوانان خود و زحمات طاقت فرسا پیروزی را به دست آورد و همه را از زندان‌ها و تبعیدها و انزواها و اختناق‌ها نجات داد و حکومت را از ستمگران باز ستاند و به آنان تحویل داد. و همین ملت است که از اول پیروزی تا کنون در صحنه بوده و از کشور و ارتش و سپاه و سایر قوای مسلح و دولت و مجلس و شورای عالی قضایی و دادگاه‌ها پشتیبانی نموده و با کمک و همت همین ملت دشمنان داخل و خارج را سرکوب و حزب الله را به جای احزاب و گروه‌های شیطان نشان. و همینانند که با شوق و شعف به آقای رئیس جمهور بیش از 16 میلیون رأی دادند و بر کرسی ریاست جمهوری نشاندند. و همینانند که به خواست خداوند تعالی قادرند کشور را حفظ و از شر شیاطین نجات دهند. و اینانند که بر همه ماها و شماها حق دارند و همه میباید دین خود را به آنان ادا کنیم و در خدمت ملت خصوصا مستضعفین که سنگینی این جمهوری به دوش آنان بوده و بدون کوچکترین توقعی در خدمت اسلامند با جان و دل کوشا باشیم. و مادام که همه ما و شما در خدمت مردم هستیم
آسیبی به جمهوری اسلامی وارد نمی شود و ملت بزرگ و بیدار و در صحنه جواب همه یاب سرایان و زورگویان را می دهد. از خداوند متعال پیروزی اسلام و مسلمین را خواستارم و سلام علی عباد الله الصالحین روح الله الموسوی الخمینی. الرحيم. الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. با درود بر روان پاک همه شهدای اسلام و انقلاب اسلامی ایران و با سلام بر امام عزیز و بزرگوار و با سپاس از مردم مقاوم و مبارز و خستگی ناپذیر ایران، حضور یک پارچه و شرکت بی سابقه مردم ما در انتخابات روز دهم مهر ماه یک بار دیگر شبکه‌های تبلیغاتی وابسته به صهیونیسم و امپریالیسم جهانی را که با تبلیغات زهرآگین خود کمر به وهن و انهدام انقلاب اسلامی بسته‌اند رسوا و بی‌اعتبار ساخت و جهانیان با اعجاب و تحسین ملتی را دیدند که علی‌رغم همه توطئه‌های داخلی و خارجی محکم و استوار در صحنه حاضر است و تصمیم راسخ دارد که تا پیروزی کامل انقلاب خیش لحظه ای از پای ننشیند. شرکت نزدیک به 17 میلیون از مردم ایثارگر و خداجوی میهن اسلامی ما در انتخابات اخیر و مهمتر از آن اتفاق نظر بیش از 16 میلیون از آنان بر یک شخص، بعد الهی این انقلاب را بار دیگر آشکار ساخت که لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولكن الله الف بینهم. لیکن این وحدت امیدآفرین که مردم ما در روز دهم مهر ماه از خود نشان دادن پاسخی شایسته و سزاوار طلب می کند و اینک بر ماست که قدر و ارزش این اعتماد عمومی را به درستی بشناسیم و مطمئن باشیم که تا در راه خدا و در راه اسلام گام برمی داریم آراء و اعتماد مردم پشتوانه راه و کار ماست و اگر جز این باشد رشته این پیوند از هم می گسلد و اون محبت یک پارچه و برخواسته از دل و جان به سردی و تدریجاً به نفرتی کوبنده بدل می شود که هرگز چنین مباد. ما به روشنی می دانیم که مردم پاکدل و بی‌آلایش ما در روز دهم مهر ماه نه به یک شخص بل به خط و جریانی رأی اعتماد دادن که مشخصه بارز آن وفاداری به اسلام و انقلاب و خدمتگذاری به محرومان و مستضعفان است و من اینک در این محضر شریف و
در پاسخ به محبت و اعتماد یک پارچه مردم اعلام می‌کنم که به سهم خیش در راه استقرار حاکمیت اسلام که خواست ملت انقلابی ماست تا پای جان ایستاده‌ام، همانند یاران دیگری که در قربانگاه عشق به خدا و خلق جان دادند و به عهد و پیمان خیش وفا کردند. و من هم من ینتظر و ما بدلو تبدیلا. اکنون که مردم ایران با رأی قاطع خیش مرا به ریاست جمهوری اسلامی برگزیده اند به عنوان امین ملت، اولا با روح و جانی خالی از خشم و نفرت و با احساس عطوفتی خالصانه و صمیمی اعلام می کنم که در جمهوری اسلامی و در آغوش این ملت بزرگ و مبارز برای همه خدمتگزاران به اسلام و مسلمین و همه دوستداران راستین خدا و خلق جایگاهی مناسب و سزاوار برای خدمت وجود دارد. پس به همه آنان که به امید سرابی و از مردم و جامعه خیش بریده‌اند میگویم به انبوه مردم بپیوندید، قطره ای در میان دریای خروشان خلق باشید، قید و بند منیت‌های فردی و گروهی را از دست و پای روح و جان خیش بگسلید، جفاکاران بر مردم صادق و مهربان و مظلوم بیش از این جفا نکنند و در قبال ملتی رشید و جوانمرد به رشادت و جوانمردی عمل کنند. اگر چنین شود اون همه عزیز و محبوب ملتند و اگر جز این باشد منفور و مغضوب خدا و مردم. ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه. ثانیاً کشور ما سالیان متمادی در معرض چپاول و تاراج فرهنگی و سیاسی و اقتصادی ابرقدرت‌ها قرار داشته است. استکبار جهانی در طی سالهای سال شیره جان ملت ما را مکیده است. اکنون ملت ما می‌خواهد در عرصه جهان با قطع کامل وابستگی‌ها و با اجرای شعار نشرقی و نغربی طرحی نو درافکند. من نیز به پیروی از رهبر بزرگوار و در کنار این مردم این راه را با استواری و گستاخی خواهم پیمود، با اطمینان کامل به این که پیروزی از آن ملت ماست، چرا که انقلاب ما انقلاب محرومان و مستضعفان است و وعده الهی قاطع و درست است که و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين. ثالثا امیدوارم و از خدا میخواهم و همه کوشش خود را به کار میبرم تا دوره جدیدی که اکنون در جمهوری اسلامی ایران آغاز میشود دوره خدمت به محرومان و مستضعفان و دوره تجلی کامل اراده باری تعالی در قطع ریشه استکبار و استضعاف اجتماعی و اقتصادی داخلی در میهن اسلامی ما باشد. و از خدا می خواهم که مرا در انجام تعهداتی که قانون اساسی در عهدهم نهاده است یاری فرماید. از روح پاک محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و ارواح طیبه ائمه هدا علیهم السلام و انفاس قدسیه پاکان و نیکان در راه خدمت به مردم و ترویج دین و اخلاق و گسترش عدالت و حفظ حرمت و حیثیت انسانی و اجرای کامل تعالیم اسلام مدد می طلبم و از امام عزیز بزرگوار به خاطر عطوفتی که پیوسته در حق این شاگرد و مرید خیش مبذول فرموده اند و از مردم مهربان و پاک سینت به خاطر اعتماد بی سابقه ای که در حق این خدمتگزار و برادر خیش
ابراز داشتن تشکر میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. ما قبل از هر چیز همگی باید از خداوند تعالی تشکر کنیم که ملت ما را توفیق این خدمتگزاری های به اسلام را عطا فرموده است و از ملت تشکر کنیم که در همه مراحل از قبل از انقلاب تا زمان انقلاب و تا پیروزی انقلاب یک دل و یک جهت برای اقامه عدل اسلامی و برای دفع اشرار و رژیم‌های فاسد و اقامه رژیم جمهوری اسلامی کوشش کردند و زمانی که به پا خواستند تا کنون در صحنه بودند و با تمام توان خود و بذل مال و جان و فرزند و خاندان برای پیدا شدن عدل الهی و مستقر شدن احکام آسمانی کوشا بودند و در صحنه الان هم بیش از پیش حاضرند و دلیل این که بیش از پیش هست این مراتب آراء در رؤسای جمهوری است که هر کدام از دیگری بالاتر و این رأی اخیر رأیی است که من گمان نمی کنم در دنیا سابقه داشته باشد که به این طور بدون اینکه تبلیغات دامنه‌داری شده باشد با فرصتی کم و بدون اینکه یک خوف یا تمعی در کار باشد همه قشرهای ملت از مراجع بزرگ اسلام و علمای اعلام بلاد و قشرهای دیگر مستضعف و به پا خواسته به پای صندوق‌ها رفتند و رأی خودشون را دادند، یعنی رأی به اسلام. ما مرهون این زحمات و این خدمات هستیم. همه ما و همه آقایانی که حاضر هستند چه کشوری و چه لشکری، همه ما مرهون زحمات این ملت هستیم. این ملت ما را از انزوا بیرون آورد و این ملت دست همه شما را گرفت و از حبس ها بیرون کشید و دست دور ستمکاران را از سر این کشور قطع کرد
خداوند انشاءالله این ملت را پایدار و این اشخاصی که برای اسلام در جبهه ها و پشت جبهه ها زحمت می کشند سعادتمند و پیروز فرماید. تمام این مسائل برای این است که اولا اسلام ایده ما و شما و ملت است و ثانیا ملت همراه است با دولت، با ارتش، با مجلس، با قوه قضائیه و سایر ارکان‌هایی که هست. ملت در صحنه است، همونطوری که پیروزی برای حضور ملت در صحنه بود، ادامه پیروزی هم همین معنا را دارد. و شما مقایسه کنید ما بین این کشور و کشورهای دیگر از قبیل کشور مصر، عراق و سایر کشورهای نظیر اونها و کشورهای بزرگی که در پس اونجا واقع شدند و هدایت می کنند اون نوکرهای خودشون برای به دست آوردن قدرت. مقایسه کنید ببینید رئیس جمهوری شهید می شد، در ایران هیچ اتفاقی نمی افتد دنبال او. و بعد از مدت کوتاه یک رئیس جمهور به جای او می نشیند. من از خدای تبارک و تعالی سلامت و سعادت همه ملت را و همه ملت ها را و خصوصا مستضعفین را خواستارم و از همه کسانی که این ملت با زحمت خودش اونها را به مقامی رسونده است میخواهم که تمام توان خودشون را برای خدمت این مستضعفین و خدمت این دیرونشین های بیچاره و خدمت به این زاغنشینان صرف کنند و انشاءالله بعد از استقرار حکومت که الان دیگه تمام شد همه جهاد، عذری برای هیچ یک از شماها نیست برای اینکه سابقا کارشکنی می شد و حالا شما همه تفاهم دارید و کارشکنی هیچ یک برای دیگری نمی کند. همه هم فکر و هم صدا قیام کنید و برای این مستضعفین و برای این ملت که به همه ما و به همه شما منت دارد و حق دارد برای اونها خدمت کنید و انشاءالله موفق شدید. و از قوای نظامی میخواهم که با قدرت تمام این تکمه این اشخاصی که به ناحق در ملت در مملکت ما وارد شدند به این خاتمه دهند و آنها را از کشورمون انشاءالله به زودی اخراج کنند. و امید است که خداوند به همه شما لشکری و کشوری، ملت و همه ملت‌های مستضعف دنیا سعادت بدهد و دست مستکبرین را سر مستضعفین کوتاه کند. السلام علیکم و رحمت الله.